زمان اولین قربانی جنگ اوکراین است و در خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین زمان کش می آید. در روزهای اولیه تهاجم شهر خارکیف در شرق اوکراین با ستون زرهی روسی مقابله کرد، اما از آن زمان تا کنون این شهر زیر حملات هوایی و گلوله بارانهای شبانه روسیه بوده و صدها نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. فرمانده ارتش اوکراین می گوید که اوکراین در خارکیف با وضعیت دشواری روبروست. سرهنگ الکساندر سیرسکی که اوایل سال جاری به عنوان فرمانده ارتش منصوب شد میگوید که وضعیت دشوار است، اما نیروهای دفاعی اوکراین هر کاری انجام میدهند تا خطوط و مواضع دفاعی را حفظ کنند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم معتقده که این حملات روسیه یک لحظه بسیار خطرناک در جنگ است. رویترز نیز در گزارشی نوشته کیف میگوید که در پاسخ به حملات روسیه زیرساخت‌های نظامی، حمل و نقل و انرژی آن کشور را هدف قرار می‌دهد تا تلاش‌های جنگی مسکو را تضعیف کند. با این حال مؤسسه مطالعات جنگ یک اندیشکده آمریکایی گفت که ادعاهای قبلی روسیه مبنی بر تصرف 4 روستا دقیق به نظر می‌رسد و دستاوردهای اخیر این کشور از نظر تاکتیکی بسیار مهم است. همچنین وبلاگ نویسان نظامی روسیه نیز می‌گویند که سربازان مسکو در بحبوحه تأخیر در رسیدن کمک‌های غربی اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهند. خارکیف طی هفته‌های اخیر صحنه درگیری‌های شدیدی میان سربازان روسیه و نیروهای اوکراینی بوده است و شاید این حملات اوکراین را مجبور کند نیروهای خود را در جبهه شمالی جابجا کند. آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین، نیز در سخنانی خارکیف را محتمل‌ترین هدف بعدی برای روسیه طی ماه‌های آتی دانست. برخی تحلیلگران گفتند روسیه پیش از رسیدن تسلیحات جدید غربی به اوکراین قصد دارد با این حملات فتوحاتی بزرگ را رقم بزند تا دیگر حتی تسلیحات احتمالی که قرار است به اوکراین برسد هم نتواند کاری از پیش ببرد.